بر اساس روایات رسمی که توسط رسانه های داخل ایران منتشر شده در زمانی که مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین شهرستان خاش در محل مسجد حضور داشت افراد ناشناس از درب پشتی مسجد اون رو صدا کرده و سوار یک خودروی پژوی بدون پلاک میکنن روز بعد یعنی 18 آذر 1401 پیکر بیجان او در یکی از جاده های فرعی شهرستان خاش در حالی که سه گلوله به وی شلیک شده و از ناحیه سر خارج شده بود پیدا و شناسایی شد با اینکه پس از کشف پیکر این عالم اهل سنت جمهوری اسلامی در مقام خونخواه پا به میدان گذاشت و ادعا کرد عاملان ترور را هنگام خروج از مرز بازداشت کرده یک منبع نزدیک خانواده به ایران وایر گفت که مولوی عبدالواحد ریگی توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده به گفته او امام جمعه اهل سنت زاهدان را کشتند تا به بهانه نقش جدایی طلبها هرچه بیشتر این استان را سرکوب کنند این منبع نزدیک نزدیک به خانواده در گفتگو با ایران وایر تاکید کرد مولوی عبدالواحد رو انتخاب کردن چون نه مهره چندان با ارزشی بود برای نظام که حذفش هزینه سنگینی در پی داشته باشه و نه آنچنان با نفوذ بود در بین مردم که قتلش موجب خشم عمومی بشه